بنده با صراحت اعلام میکنم هیچ کسی بر بنده به عنوان رئیس جمهور فشاری نیاورده تا من کسی رو انتخاب بکنم. بنده هم کسی نیستم، اونایی که با من آشنا هستن من نمیشناسن. بنده کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم، این کار رو نخواهم کرد. تمام افرادی رو که من انتخاب کردم تصمیم خودم بوده، البته با دیگران مشورت کردم، از مشورت همه استفاده کردم، اما اون چی که در بیرون شایع هست من به صراحت اعلام میکنم که واقعیت نداره و درست نیست. دولت شرکت سهامی نیست که بگوید این گروه یا اون گروه، این جناح یا اون جناح سهمش چه مقدار هست. مبنای ما اعتدالگرایی بوده، تخصصگرایی بوده، پاکدستی بوده، ایمان بوده، تقوا بوده، تجربه بوده، کاردانی بوده، شناخت واقعیت‌های کشور بوده، اخلاق بوده، باور به اون چه که مردم در انتخابات گفتند به عنوان یک اصل مهم برای ما بوده. اعضای کابینه من باید انتخابات مردم را باور داشته باشند و به اونها گفته شده و به اعتقاد من اونها پیام انتخابات را شنیدند و باور کردند. اتهاماتی که بعضی ها کنار گوشه نسبت به برخی از افراد میزنند درست نیست، غیر اخلاقیه. البته خود به خود ممکنه این مسائل در مجلس شورای اسلامی احتمالاً مطرح بشه، من در اونجا پاسخ خواهم داد. من از تمام وزرایی که پیشنهاد دادم با قاطعیت دفاع میکنم، اونها را قبول دارم، از تک تک اونها دفاع میکنم، اونها رو میشناسم یا مستقیم که باشون کار کردم، تو مجلس باشون بودم، در جنگ با اونها بودم، در شورای امنیت با اونها بودم، در مسائل سیاسی و اقتصادی و فعالیت هایی که در کنار نهادهای مختلف من مسئولیت داشتم با اونها بودم، در مراکز تحقیقات و پژوهش ها با اونها بودم و با اونها کار کردم. البته یک چند نفری هم در کابینه هستن که من آشنایی زیادی نسبت به گذشته اونها با هم همکار نبودیم، اما افراد مطمئنی به من معرفی کردن، کارشناس ها، کارگروه ها، و منم با اونها صحبت کردم، در مجموع اطمینان حاصل کردم. هیچ کس به من فشار نیاورده، مخصوصا اونهایی که در انتخابات در کنار من بودن، هم صدا با من بودن، اونا هیچ فشاری نیاوردن. حالا گاهی بعضیایی که توی مسیر دیگه بودن مستقیم یا غیر مستقیم میخواستن فشاری رو شروع کنن، اما در همون لحظات اولیه دیدن که عکس‌العمل من در برابر فشار چگونه است. به ملت شریف ایران اعلام میکنم که مبنای انتخاب من نه سهم‌خواهی گروه ها بوده و جناح ها بوده و نه فشار اونها، مبنا معیارهایی بوده که وجود داشته. البته کارگروه ها 28 تا معیار تعیین کرده بودند، همه افراد رو بر مبنای اون 28 تا معیار نمره دادند، اولویت بندی کردند و همه افرادی که من انتخاب کردم به نحوی در لیست کارگروه ها وجود داشتند و اونا مورد بررسی قرار داده بودند. با خیلی از اونا هم من از گذشته دور آشنا هستم، رفیق بودم، تو مجلس با هم بودیم، در شورای امنیت با هم بودیم، کار کردیم، لیاقت‌های اونها رو از نزدیک دیدم، میشناختم. بنابراین اون چه که بیان شد که فشاری در این زمینه بوده اصلا واقعیت نداره و این چنین نیست. مبنای شایسته سالاری اعتدالگرایی بوده. من به مردم عزیزم اعلام میکنم بر مبنای قولی که دادم عمل کردم و اگر خدای ناکرده روزی بخواهم قولی که دادم عمل نکنم به اشتباه یا عمد،
به مردم اعلام میکنم و از مردم عذرخواهی میکنم. من وظیفه خودم میدانم که همونطور که قسم خوردم امانتدار مردم باشم و از حقوق مردم دفاع کنم. از وسط راهرو مرگ دوباره بعد از ظهر ما رو برگردوندن، 6 نفر بیشتر نمونده. اسمایی که همین مراحل آخری که اشاره کردین که مستقیما دست داشتن، ناظر بودن و جنایت کردن، هر چی تو ذهنتونه بگین. خب میدونید ناصریان بود، امروز مسئولیت داره. قاضی حداد بود در اوین، دادیار ناظر زندان بود، امروز میدونید در کهریزک مسئول هست. خب از اون طرف رئیسی بود که امروز معاون قوه قضاییه. بله، ابراهیم رئیسی معاون قوه قضاییه است و نقش مهمی در سرکوب داره. پور محمدی بود که خب وزیر کشور بود، رئیس بازرسی کل کشور هست در حال در این روزها و همچنین بازم میتونم از